داخل کیان که توی بدبخت این همه داری برای یک عده پول خرج میکنه فایده نداره، دشمن میاد به چند نفر یه خورده رشوه میده، اون چند نفر انقدر محترمن بین مردم که بس که حرف میزنن مردم ادرار میکنن به تمام حرفای تو. بنده توصیه میکنم این آقای مشربای واحدی رو بگیرید در جور شده بکنید توی گونی بردارید بیارید ایران. این رسمن دارد به ما توهین میکنه، چشم ما روشن. آقای واحدی دشمن به ما ادرار میکند، رسمن به ما بوش میدهد. از صد تا اپوزیسیون نیز ایشون بدتر شده است. این رو بکنید تو گونی بردارید بیارید ایران. اماره شما چه کردید بدبخت بیچاره که این همه پول خرج میکنید، این همه کار میکنید، ولی یه نفر میتونه به یه کسی مثل علی دایی، مثل نمیدونم یحیی گل محمدی، مثل نمیدونم مهدی نصیری یه پولی بده بیاد یه حرف بزنه که تمام تبلیغات خامنه‌ای و دار دستش رو خونسا بکنه؟ یعنی ما اینقدر مغلوب شده ایم در کشور کسی تره هم خورد نمیکنه برای حرفای ما. بگیرید این چند نفری که نامور رو بگیرید بازداشت کنید و شکنجه بدهید اینا رو، اینها دشمن هستن. نکته دیگه که گفت اشاره کرد به مثلا خواست دوباره مشابه سازی تاریخی بکنه و اون بحث اشاره به جنگ احزاب، گفت در جنگ احزاب تمام طوایف اومدن در برابر اسلام ایستادن و توطئه کردن و شکست خوردن. این احمق نمیفهمه با این حرفی که اعتراف داره میکنه که یعنی همه طوایف ایران علیهش هستن میگه ولی ما پیروز میشیم. دشمن به ما میگوید احمق. عجب عجب برویز مجربا. میروم در به خانت دستور میدهم بابایت رو بگیرن بیارن بازداشت کنن و من حالیم نیستیم تو. حالا من نمیدونم داستان هایی که اینا در مورد واقعیتش اینه که من با عنوان یک مسلمانی که برات بی خیلی هم بی مطالعه نیستم نمیدونم چقدر حرفایی که در مورد جنگ های صدر اسلام زده میشه درسته، چون معیار پیروزی و شکست که اینا نیست که اینا میگن. اینا که میگن امام حسین هم که در عاشورا کشته شد پیروز شده، پس حالا شاید در جنگ احزاب هم که میگه که همه طوایف اومدن ولی ما پیروز و اسلام پیروز شد لابد مثل عاشورا پیروز شد. آه اینجایش رو نخونده بودیم. متن سخنرانی های ما رو اون کاغذی که دست بنده هست این مجتبای تریلش تهیه میکنه. مجتبا خدا لعنت از کنه. این تفسیر هم از آن حرفی که ما زدیم، از آن مزخرفی که گفتیم استخراج میشود. واحدی خدا لعنت از کنه. این چه حرفی بود زدیم؟ یکی از اشاره کرد گفتش که این مشخص کاملا آتش زده و امیدوارم که اینجاست که برای تکلیف فوتبالیست ها مشخص میشه. بی احترامی به سرود ملی. خب این که سرود ملی واقعا نیست که، سرودی که تماما در خدمت جمهوری اسلامیه و امروز برای اکثریت مردم ثابت شده که جمهوری اسلامی در خط کاملا متفاوتی با ایران. یعنی این معلوم است که آتش زده است. کجای مراده داده است؟ خیلی لات شده اید آقای مجتبای واحدی، این طرف صحبت کردن است. خب این آتش زده است و این سرود ملی نیست. بله سرود ملاست، سرود ملی سال هاست که سرود ملاست. شما تازه فهمیدید هر جا که منافع جمهوری اسلامی وجود داشته باشه ضرر ملت ایران هستش و هر جا که نفعی برای جمهوری اسلامی باشه ایران باشه جمهوری اسلامی ضرر میکنه. من قبلا گفتم بعضی میگن که این دو تا خط موازن که به هم میرسن دو تا خط متنافرن که هم همیشه از هم دور میشن، نه اینکه فقط به هم نمیرسن. خب در این شرایط دیگه به نظرم این که شما بیا بگی که در جنگ احزاب ما پیروز شدیم بسیار خوب، شما پیروز شدید پس مردم شکست خوردن. بی احترام به سرود ملی هم که شما سرودی که ندارید، سرود که سرود مردم ایران است، هر چیزی که سرود جمهوری اسلامیه، آرم جمهوری اسلامیه، پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه، یعنی عداوت مستقیم. پرچم خرچنگ نشان دیگر چیز آقای مجتبی واحدی، آن نشان را خمینی، امام خمینی درکمان طراحی کرد. شبیه چنگک است، حالا نام الله، نام الله از اون خرچنگ، خرچنگ دیگر این چه درز صحبت کردن از آقای واحدی؟ انگشت در چشم مردم کردن. خب طبیعیه که مردم به این مردم انگشت در جای دیگر ما کردن. خب ما انگشت در چشم آنها نکنیم کرده سرود. تازه خیلی شانس آوردید که فقط بی احترامی میکنن. البته حالا خامنه‌ای دیگه روش نشد موضوع سلام فرمانده رو بگه. قبلا سه تا موفقیت گفت که دفعه قبلی که در مورد این تظاهرات اسلام نظر کرد گفت ما سه تا موفقیت داشتیم که باعث حسادت دشمن شدیم. یکی سرود سلام فرمانده بود،
که همون روزا میدونیم که وقتی در ورزشگاه ها این سرود رو 4 نفر آدم میخونن 40,000 نفر هو میکنن. چه گفتید؟ سلام فرمانده رو وقتی میخونن 40,000 نفر هو میکنن سرود به این زیبایی رو. هر کس هو کرد بازداشت رش کنید بنزید ایوین فلفور. و بعد گفتش که عده میخوان مسئولان رو خسته کنن. ای کاش مسئولان خسته بشن. شما برای مردم اگر بتونن مسئولان خسته کنن که خیلی بهتره. این هرچی رئیسی رو داره دستش قالیباف، دیگران قاسم سلیمانی هم اگه از گور در بیاد و دیگران تو خونهشون بشینن و خسته شن به نفع همه ملت، برای اینکه کمتر میخورن و میبرن. به همین جهت خستگی ناپذیرن چون میدونن اواخر کارشونه، باعث تا میتونن بخورن و بچرن و برن. خیلی بد صحبت میکنین آقای قائلی، خیلی بد. بخورن و بچرن و برون اواخر کارمان است؟ نه اینطور هم نیست، اواخر کارمان نیست، ولی خب نزدیک است. خطرناک است، یکم خودمان خطر را احساس کرده ایم. و معذرت میخوام، ولی آقای خامنه‌ای گفته مسئولان خسته نمیشن، مردم خسته میشن و این باعث میشه که از این اختشاشگران متنفر بشن. منظور ما از مردم همین لاشخورهایی است که سلام فرمانده میخوانند، کفن میپوشند، به خیابون میآیند، عروض میکنند. مردم از نظر ما این حیوانات هستند. حالا که داریم میبینیم که برخورد مردم با اینه که چون بی اختشاشگر چجوره، یک نفر که کشته میشه، ده ها هزار نفر از کسانی که نمیشناسن در مراسم تشییع جنازه شرکت میکنن، بعد جمهوری اسلامی ناچار برای بعضی از افراد خودش که سقط میشن کلی نیرو بیاره با اتوبوس از سپاه این برابر که در تشییع جنازه شرکت کنن. ولی به هر حال مردم اگه خسته بشن از شما خسته میشن. خیلی عجب میگه مردم از خسته میشن و علیه اختشاشگران خواهند شورید. خب این خواب این رو به گور ببر آرزو. اگر اینطور بود که تا حالا مجبور نبودید دو ماه کشت و کشتار بکنید. این چه طرز صحبت کردن است آقای واحدی؟ هرچی دم دستتان میاید پرتاب میکنید روی سر و گله ما. خیلی سرمون رهبریم هنوز. رو صحبت کنید. دشمن دشمن را این مجلبای واحدی را درگونی کنید بیارید ایران. عذاب من را خورد کرده است. و نهایتاً تهدید کرد که بدون شک این قائل جمع خواهد شد. ببینید در ابتدای در شروع این انقلاب خامنه‌ای اومد گفتش که این کسانی که اظهار نظر میکنن اصلا کسی بهشون توجه نمیکنه و اصلا قابل اعتراض نیستن، ولشون کنید. حالا میگه این قائل جمع خواهد شد. این رو ما در ابتدا آقای واحدی جدی نگرفتیم. تصور نمیکردیم که این طور فشار به ما تحت نظام بیاوره. پدر درار مردم میزنند از خیابان. اما امروز احساس میکنیم که دشمن دارد ریشه ما را از خاک در پدر ما را در آوردن. اینها باید این قائل ختم بشود. خب این در واقع کد دادن مثل خطبه نماز جمعه 29 خرداد 88 که نام خطبه خون گرفت. اما این بار متفاوته. یعنی دیدید که هرچی میکشید جمعیت بیشتری میاد. بله بنده عرض میکنم که این دفعه پدر درار است. هر شما دستور قتل عام داده این باز میریزن در خیابون و بدترین تو اینها رو به ما میکنن و میگوین خامنه یه زهاج میکشیم زیر خاک. اینها صاف برای بنده و آقای حتی آقای توسی رو هم ایشون رو هم تحت زیر قرار دادید. دیدید که حال بله میتونن یه کارای بکنم. اصلا کیان رو کشتن، سعی کردن ازش شهید سازی کنن، بعد مادرش اون عتل متل توتول آسد علی چطوره رو خوند، یه ریش داره تا سینه، سینه پرزکینه، بعد در مورد آتش به اختیارش صحبت کرد. حالا بعد پدر کیان مریض توی بیمارستانه، گروگان میگیرید به زنش میگید که اگر نیای اعتراف کنی مثلا شوهرت هم میکشیم. طرف میاد خیلی هوشمندانه، اولا لباس قرمز میپوشه که هیچ کسی در ایران کسی که بچه 10 سالش مرده لباس قرمز نمیپوشه. این مشخصه که یعنی چی. آه خاک بران سرت مجتبا. اینا طرحهای مجتباست. دائما مینشیند و میگوید حاجی این کار رو بکن، آن کار رو نکن. این اینجایش رو نخونده بودی مجتبایی بیشور.
این لباس این لباس قرمز پوشیده بود آمده بود. چرا ما هم نفهمیدیم. یک مش گیری را، یک مش بیشعور بسیجی را مأمور کرده است این مشتبای نفهم که این طرح ها را بدهد. همه طرح ها به ان برخورد میکند، همه طرح ها بلا استثناء به ان برخورد میکند و مایه آبروریزی بیشتر ما میشود. ولی به هر حال بعدم همون مصاحبه‌ای که تحت فشار از طرف میگیرید 100 جاش قطع شده، یعنی مشخصه هر چی خواستید این طرف نتونست. ببین کسی حرف دلش باشه که قطع نمیکنن واسه حرفش رو میزنه. کسی که بهش میگن اینو بگو اونو بگو اینو بگو اونو بگو اینو نگو اینو بگو، خب وسط حرفاش بخشی از حرفای دلش میدونه، بخشی از حرفای که مجبوره. این ناچاره. شما مصاحبه مادر کیان رو نگاه کنید با تلویزیون، غیر از نشانه که در لباس قرمزش هست حداقل، حالا من میگم 100 جا اقراق دیگه ایرانی، حداقل 10 جا تقطیع شده. این معنیش چیه؟ این یعنی این که مشتی بیشعور و احمق و صفی در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند که این طرح رو میریزن، خاک بر اون سرتان کنند. سرکرده همه اینها هم این پسرک نادان و بیشعور ما مجتباست. راست گفتند مردم 88 مجتبا بمیری رهبری را نبینی. سر ما را بگذاریم زمین که مردم تو را آویزان میکنم خاک بر اون سر. این چه رویی میدهیم؟ ناچارید این کارو بکنید. پس ترس وجود نداره، ترس هم وجود داشته باشه مسئله حل نمیشه. شما از فردا میخواد چه بکنید؟ مردم دستشون باز شد به پاسدارکشی، به عمام پرانی، اینا رو میخواد چیکار بکنید؟ خدمت شما عرض کنم که آقای وایدی چندین و چند طرح دیگر، طرح به جسوختگی و حرامزادگی ما در دست اقدام داریم. هنوز ما چند جمعه از اون پوتهای کوزگری هیش را نشان نداده ایم و مثلا طرحهایی هستن که به ما پیشنهاد میکنن، طرحهایی هستن که مثلا خود افرادی آگاه مثل سردار سلامی مثلا پیشنهاد کرد که آقا یک بمب هیدروژنی بخریم و در مرکز شهر تهران این رو منفجر کنیم، که همون بلبور بل مجلس ما این رو با حد اکثر افراد همه گفتن نه و رد کردیم، چون این طرح واقعا احمقانه بود. یک طرحی رو آقای محسن رضایی، سردار رضایی، دکتر محسن رضایی دادن که آقا مثلا یک عده رو کرونا رو دوباره پخش کنیم و این هم طرح خوبیست بشتریم بگم کنیم. مجتبا هم باز با حسین طایب بیشعور این دون هم طرحهایی دادن که مثلا به کشورهای همسایه حمله کنیم. ما گفتیم پدر ما در می آید، اون مردم سلاح در دست، سلاح به دست بگیرن که مثلا به ما کمک می آمیم بسر خودمون خالی می کنن گلوله ها را. که این طرحهایی است که اجرا نشده به ان برخورد می کنن، اما ما هنوز طرحهای دیگری داریم. و همون نظر خود بنده به نظر سردار سلامی نزدیکتر است. یعنی همچنان من میگویم که بکشید، بروید بالای پشت بام و تیراندازی کنید. کاتیوشا میذاریم مثلا یه طرح هست تو تانک و آوردیم جمع کرد، باز هم میاریم. سپاه میاید با تمام قدرت و تمام ساختمان ها رو شلیک میکند و شیشه ها رو میذارد پایین. اینا درهایی هست که نظام اسلامی در دست اقدام دارد. هنوز ما به این راهی ها نمی رویم، ما به این راهی ها نمی رویم. فرض کن که جمع جور کردید میخواید برای تک تک فرماندهان بسیجی تو محافظ بذارید، برای تک تک بسیجی های محل محافظ بذارید، برای تک تک آخوندهای حکومتی و مده های حکومتی میخواید گارد بذارید، میخواید سگ پاچگیر بگذارید برای اینها، میخواید چیکار بکنید؟ ببینید من اینو هشدار میدم به کسانی که فقط جیره خور حقیر حکومت هستن، مطمئن باشید که پاسخ این اشتلم های خامنه‌ای رو شماها و خانواده هاتون خواهید گرفت. این ها که توضیح دارید آقای مجتبی وایدی، اینا پشیزی ارزش برای نظام اسلامی ندارن. این بسیجیان گیری و بیشعور را ما قربانی خواهیم کرد. بعد اشتلم یعنی چه آقای
مجربه باید اشتولوم را ما نرمید پاسوب اشتولوم های ما را آنها میدهند. حالا این دکتر آخر حرف خامنه‌ای هم میگم بعد برم سر چیز. میگه که باید برخوردها متفاوت باشه. کسی که گول خورده صداش کنید، بهش بگید وضع کشور چطوره، به تفکر وادارش کنید. مردک 44 ساله، تو خطبه های نماز جمعه، در سخنرانی ها، در تراکت ها، در پوستر ها، در صدا و سیما، در نوحه خوانی ها، در روزه خوانی ها حرفاتونو زدید، اثر نکرد. حالا این نفر تو زندان یک نرینه غول پیکر کریه المنظر وقتی صحبت کنه رو طرف اثر میذاره. وای وای دی هر چی در دهانتون اومد به ما گفت اینو مردک یعنی چه؟ نرینه دیگر چیز بین گیری های بیشعور میگوید نرینه. ممکن است اثر ما گفتیم که گوش آنها را کمی بکشن، یعنی منظور ما این بود که گلوله را به مغز آنها شلیک کنید. این تنبیهات ماست. این روی است. چند نفر از کسانی که در زندان ها زیر شکنجه اعتراف کردن آمدن بیرون به اعترافشون پایبند موندن. این واقعا طرف حالش خرابه، مشاعرش از دست داده که میاد این حرف میزنه، میگه برید. حالمان خراب است، پدرمان را در آوردند، خون برای ما نگذاشتند. این مردم مشاعر ما را از دیوانه داریم میشویم. روز و شب اینیست که ساعتی نیست که ما فوش پیچ تلویزیون هر کوب زهرماری را باز میکنیم. فوش است که شعار مرگ بر خامنه‌ای است که میشنویم. حال اصلا حال ما دیگرگون شده است. خب اول اینجوری که تو علنی نباید بگیم، اگه مردم عادی باید این کار انجام بدن. این که میاد علنی میگه، میخواد بگه که من مدارا هم دارم میکنم، در حالی که مشخصا اتفاقا اینا نشون میده که در پاچه پرده دستور داده حد اکثر خوشونت به خرج بدن، کمایی که به خرج دادن. حالا تا اینجاش به خرج داده. این که همون روز اول ما دستور دادیم که گیری ها برون برای پشتبان به شلی که مستقیم بکنن با گلوله جنگی. حرامزاده ها نمیدونیم از کجا آمدن، اینها کونی ها، هرچه ما گفتیم ده برابر انجام دادن. دیگر ما را تبدیل کردن به یک خونخوار کثیف. اما خامنه‌ای دست تنها نیست، بعضی از عوامل مزدورش هم وادار کرده مثلا به خیال خودشون به روش‌های خودشون مردم رو فریب بدن. از جمله اون امیرحسین ثابتی اومده گفته که آخه جمهوری اسلامی چه نفعی میبره از کشتن بچه 9 ساله؟ و فکر کنم خیلی استدلال مهمی کرده، گفته ببینید همین یه ذره، همین یه دونه فکر کنید میفهمید که بازی چیه. اصلا شما یک نگاهی به ریخت و قیافه این امیرحسین ثابتی بیاندازید، این انگار از مثلا این بچه انگار مادرزادی عبر داره، گلابی است، اصلا ببو گلابی است. و این مزخرف را از ذهن این مزخرفات از ذهن چنین گیری هایی که دست پرورده ما هستند تراوش می شود. این امیرحسین ثابتی که اصلا افتضاح است، کان خالص است درکمان. احمد قبل از تو هم یه عده اومدن گفتن چیزی که شما ها میگید، مگه نمیگید که یزید سپاه یزید تیر زدن به گلوی علی اصغر چه نفعی داشتن؟ چیزی که شما میگید، من نمیدونم راست یا دروغ. این ترکمان این گیگیری ما این حرف رو زده است و در توییتر زیر توییت او این کن برای او نگذاشتن 5000 تا تیکه بار او کردن که خاک بران سرت و لقب این متشخص ابنه‌ای را هم به او دادند. الان شما هم میخواهید آن را تأیید کنید، این را از کجا میبینید؟ آقای بایدی قبل از توی الدنگ امیرحسین ثابتی یک نگار دیگه اومد گفتش که جمهوری اسلامی چه نفعی داره در شلیک و هواپیما مسافر بری و تکذیب کرد، یادتونه؟ منظور شما آقای بایدی از آن نگار همون چاقال دیگر ما ابن اوینای دیگر ما، یعنی بهروز ارقمی نیست؟ بله او الان او غنبالیست برای ما. بهروز را به او تیکه نیندازید، او بازیچه گرما و گلستان ماست، عاشق سعید خان توسیست او و ولکن معامله هم نیست. بهروز ارقمی را بگوید. آورین 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 او هم نگار از سوال از واقعا خامنه‌ای چه نفعی داشت از اینکه اومد در برابر دوربین تلویزیونی گفتش که واکسن نباید وارد بشه؟
میتونی به من بگی چه نفعی داشت؟ روی کار آوردن یک آدم قاتل بی سواد که مایه رسوایی هم است به نام رئیسی و رئیس جمهور کردن، این چه نفعی برای خامنه‌ای داشت؟ شما اصلا فکر می‌کنید خامنه‌ای آدم عاقله؟ آقای وائلی، ما دستور حکم ارتداد شما را میدهیم، حکم محاربه شما را میدهیم، دستور میدهیم شما را هر جا دیدن حکم الهی را جاری کنند. این یعنی چه؟ هی ما هیچ نمیگوییم، شما هم هیچ نمیخواهید بگویید. یعنی چه؟ عاقل آقای خامنه ای عاقل است، ما را دیوانه هم کردید. مشنگ هستیم ما یکم، ولی اینها از حرامزادگی ما هم، از مشنگی و حرامزادگی ما تو امان برمیخیزد. این رو برجسته بینید، خامنه‌ای یک آدم کینه توزه که فقط میخواد ثابت کنه هر غلطی بخواد میتونه بکنه و هیچ کس نمیتونه در برابرش غلطی بکنه. از جز دهانش هست به ما میگوید، از جز از صحبت کرده این ربلن تو این دوین نبودی آقای مجرب و بایدی، الان هرچی کلو بود به ما بارگردی. کشتن بچه نقصانم یکی از همونا غیر از اینه. اونایی که میخوان فدای رهبر بشن، رهبری است دیگه، نیاز اول اون نیازاشو برطرف کنن بعد فداش بشن. گناه داره تفرک، چون دیگه حالا مثلا سعید توسی اینا خیلی مثل کارایی ندارن. اگر واقعا علاقه من به رهبر هستن، سعی کن نیازهای رهبر رو برطرف کنن. عزیزی ها همین الان بروید جلوی در منزل پدر آقای این مجربای واردی و منزل رو به رگبار ببندید. این دستور این حکم حکومتی است.